درود گرم به شما هم سرزمینان ارجمندم. دانش فروغی هستم و برنامه روانشناسی روشنگری رو پی میگیرم. برنامه امروز برنامه ویژه‌ای است که درباره انسان و روان انسان بیشتر از گذشته ها صحبت میکنیم. ابتدا میخواستم از استاد عباس میرانی سپاسگزار باشم، به دلیل اینه که ایشون مدت هاست که تحقیقات بسیار دامنه داری در مورد رضا شایگری انجام میده و تمام مآخذی که در این زمینه وجود داشته در تمام این سفارتخونه ها گرفته، جمع‌آوری کرده، زحمت کشیده و اساره اونها رو شبها هفته یک بار با جناب میبودی استاد بزرگوار کار رسانه‌ای در میان میگذاره. و من میخواستم واقعا به عنوان یک ایرانی که اینا رو میشنوه از ایشون سپاسگزاری بکنم. به الله من فکر میکنم که اون چیزی ری که سپاس ایشون باشه ملت ایران خواهد داشت و خواهد دونست. به شما عرض بکنم که در هفته هایی که گذشت آن چیزی که دیدیم متاسفانه خیلی خیلی غم انگیز بود. دیدیم که چگونه جوانهای ما در اتاقهای انتظامی، گروه انتظامی از بین میرن، کشته میشن، یکی دوتا هم نیستن، مرتب داره اتفاق میفته. هفته پیش چندین نفر اونها بود، ولی بعضی از اینا شهرت پیدا کردن. شهرتی که در این زمینه پیدا شد، یک موردش در باره جوان 36 ساله ای بود که گروه انتظامی در اتاق گروه انتظامی به قدری صد بدید که از بین رفت و بعد یک گلوله هم از قرار معلوم گفتن در محل کمرش پیدا کردم. معلوم شد که خوب و بالاخره یه عده ترفیع میخواستن بگیرن، احتمالا فکر کردن این بهترین راهش باشه. ولی در جاهای دیگه هم همینجور. بذارید من یه نکته دیگه همینجور حرف به حرف میاد خدمتون بگم. به نظر من الان جامعه ایرانی و از جمله فامیلای خود من که الان هستن اونجا، تمامشون یه حالت PTSD Post Traumatic Stress Disorder دارن. یعنی همشون به گونه‌ای نسبت به آسیب هایی که دیدن دارن عکس العمل و بازتاب نشون میدن، بازتاب های نابهنجاری های پساسیبی به طور کلی. اینا رو وقتی که ما در نظر داشته باشیم، اون موقع مواجه هستیم به اینه که بیاییم در جایی که داریم این صحبت ها رو با دوستان میخواییم انجام بدیم، البته بعد از خوش آمد گفتن به خانم دکتر رشیدیان که ملحق شدند و ملحق بودند و خانم دکتر سپیده فر که این هر دوتا عزیزان من واقعا به دلیل اینه که واقعا در این راه ما این روشنگری که میخواییم انجام بدیم یه روشنگری کاملا اجتماعی هست، نه حال سیاست هست، نه بلدیم این کار در واقع. ولی یک چیز میدونیم و اونم این است که اگر قراری که جراحی قلب اتفاق بیفته، بهتره که این جراحی که انجام میشه روی قلب های سالم نباشه. اینجوری که داره اتفاق میفته، این فشاری که به ملت میاد وادار میکنه که بپرسیم که چرا. مثلا فرض بفرمایید افرادی که میلیارد میلیارد از قبل همین دولت، از قبل همین ملت در واقع برخوردار بودن، چرا حاضر نیستن که یه مقدار این پول خرج بکنن، مردم راحت‌تر زندگی بکنن؟ یا اصولا این
جراحت روانی آیا با چاقو قابل حل؟ غیر ممکنه به نظر من. حالا به هر جهت ابتدا خوش آمد میگم به خانم دکتر رشیدیان، خیلی خوش آمدید. ایشون استاد کار روان درمانی هستن، استاد سکس تراپی هستن. حالا بخوایم، ولی من یادآوری میکنم به دلیلی که شنونده ها و بیننده های ما مرتب عوض میشن، اینجوری که میبینم از نوع تلفن ها میفهمم، از جایی که زنگ میزنم متوجه میشم. و خانم دکتر فر که اینقدر به اصطلاح صمیمانه بعد از گرفتن و گذروندن دوره پزشکی با رتبه بالا عالی، الان درست در لبه جهش به سوی تخصصی است که واقعا برای خیلی ها آرزومندی است. در هر حال خیلی خوش آمدید هر دوی شما. خیلی متشکرم آقایتون، متشکرم از لطف و محبتتون. خب خانم دکتر رشیدیان، من میخواستم ببینم که آیا ما وقتی که مواجه هستیم با افرادی که میتونن چنین دستورالعملهایی رو بشنون و ببینن که چی داره میگذره در زندانهای ما، در جوامع انتظامی ما، در به طور کلی روی جاهایی که دولت باشون در تماسه، مثل توی خیابون ها که شما نگاه میکنی یه دفعه یه نفر اینقدر کتک میزنن بعد میندازن تو صندوق اتومبیل و میبرنش. من میگم آیا اینا از لحاظ روانی آیا آدم های سالمی هستن؟ بفرمایید خانم دکتر رشیدیان. خواهش میکنم. با درود فراوان خدمت همه عزیزان. مسئله که سوالی که در حقیقت شما الان مطرح کردید سوالیه که متاسفانه وقتی که ما به لیترچر نگاه میکنیم میبینیم که تحقیق زیادی در این مورد نشده. حالا و دلیلش هم من فکر میکنم به این فرم هستش که قبلنها وقتی که در کشورها مسائلی پیش میومد، جنگ هایی بود بین کشورهای دیگه، ما این همه رسانه های خبری نداشتیم، خیلی از چیزها رو اطلاع نداشتیم. و این که ما الان میتونیم از خیلی از جزئیاتی که قبلن شاید تا یه 20 سال پیش 10 سال پیش حتی در اختیار عموم نبود، الان ما آشنا هست، بیشتر آشنا میشیم با این مسائل و میبینیم که به خاطر اینکه تحقیقاتی نیست، حداقل در مورد سایکولوژی این افرادی که این کارا رو انجام میدن به اون فرم تحقیقاتی نیست، نمیتونیم یک جواب قاطعی بدیم که آیا این افراد آدمهای از لحاظ روانی سالمی هستن یا ناسالم هستن. همینطوری که بهشون نگاه بکنیم، خب به نظر یک نفر فرد که روان سالمی داشته باشه مسلماً به این نتیجه میرسه که بله، کشت و کشتار انسانها، دستگیری انسانها و به طور کلی تمام فجایعی که میبینیم در کشورهای مختلف که با مردم انجام میشه به نظر کار هر کسی نیست، به نظر کار یک انسان سالم نیست و کسایی که این کارو میکنن حتما بایستی یک مسئله منتال دیسوردر میجر واقعا یک کرکتر اونطوری داشته باشن. بعضی وقتا میبینیم که افرادی که مستقیماً این کارها رو انجام میدن افرادی هستن که بله بایستی یک کرکتری داشته باشن که بتونن به مردم صدمه بزنن، بتونن مردم تجاهم انجام بدن، بتونن یک نفر رو به این فرمهای مختلف دستگیر کنن. میبینیم که در کشورهای مختلف الان در خاورمیانه چقدر انسانها به طرز فجیحی و بیگناه کشته شدن و هیچ کس هم در حقیقت جوابگویی برای اینها نیست. و بدونیم که حتما بله یک مسئله‌ای که برای عموم پیش میاد
کلی نگاتیو اموشن هست، مسئله PTSD هست، چجوری مردم به این حوادث به اصطلاح ریسپاند میکنن. ما میدونیم که 3 ریسپاند PTSD معروف داریم: fight, flight and freeze، و امروزه faint هم بهش اضافه شده و میبینیم که خیلی از افراد حالت فریز دارن، کاری ندارن، زندگی خودشون رو به هر حال هر طوری که هست میکنن، ولی بعضیا میبینیم که نه، فایت بک میکنن و بعضیا هم میبینیم که رفتارهای دیگه دارن. و به طور کلی اینجاست که باز هم یه نگاه دیگه که در لیترچر اتفاقا یه مقاله بود که در واشنگتن پست اینو پخش کرده بود و در این مورد صحبت کرده بود، گفته بود که وقتی که یک نفر میاد در سطح مملکت، یک پالیتیشن میاد یک تصمیمی میگیره برای یک گروه، آیا اینو برای احساس خوب خودش انجام داره میده، یا اینکه آیا داره برای به اصطلاح کار خوبی برای جامعه خودش داره انجام میده. بین این دوتا تفاوتی هست. هستن پالیتیشن هایی که میان برای احساس خوب خودشون و همچنین برای نفع جامعه کارهایی میکنن، جاهایی هم میبینیم که فقط نفع شخصی هست و نفع این که چطور انسان اون فکری که در مغزش داره و اون به اصطلاح اون انتقامی که میخواد بگیره میاد اونو میذاره پایه و اساس منطقش و کار خودشو انجام میده. من نمیدونم که میدونیم، ما میدونیم که انسان‌هایی هستن که از لحاظ روانی مشکلاتی دارن، شکی درش نیست. ما می‌بینیم پرسونالیتی دیسوردرای داریم، ما می‌بینیم که افرادی هستن که سایکاتیک هستن، اسکیزوفرنیا دارن، همه اینا هست. و وقتی که نگاه می‌کنیم می‌بینیم که باز هم پایه و اساس برمیگرده به ارلی چایلدهود و تروماهای مختلف. ولی آیا این که پالیتیشن‌هایی که میان این تصمیماتو می‌گیرن دارای این منتال دیسوردر هستن؟ نمیدونیم، برای اینکه تحقیقی در این مورد متاسفانه انجام نشده. ولی به نظر عموم وقتی که نگاه میکنیم میگیم که این کارها از یه نفر آدم سالم بر نمیاد. پس بنابراین این هنوز متاسفانه سوالی هستش که جوابش احتیاج داره به تحقیقات خیلی وسیع‌تر. و همونجور که گفتم خدمتتون، متاسفانه هنوز ما این مجموعه رو کامل نداریم. و در حقیقت شاید به خاطر اینکه این رسانه‌های عمومی در چند سال گذشته تونستن این همه خبرها رو رد و بدل بکنن، هنوز فرصتی نشده که بخوان اینایی که به اصطلاح در صدر کشور میان تصمیماتی برای عموم میگیرن چه تیپ افرادی هستن. من نتونستم در این مورد چیزی رو پیدا بکنم. و به هر حال امیدوار هستم که این مسئله هم به وجود بیاد. به شما عرض بکنم که یکی از راه‌هایی که به دیده من میتونیم ببینیم که این افراد، حالا تحقیق ما یه موقعی هست که روی سمپل، روی تست، روی به شما عرض بکنم اینه که اینترویو، مصاحبه، اینا میاییم انجام میدیم. یه موقع هم هست که میاییم بیماری رو تعریف میکنیم و بعد از بیماری متوجه میشیم که افراد تو کدوم کاتگوری قرار میگیرن. یعنی ما به طور کلی در واقع پژوهش رو به صورت وارونه انجام میدیم، به جای اینکه بریم افراد رو نمونه برداری بکنیم، رفتار رو، نمونه های رفتار رو از اونجایی که اومدن و تشخیص دادن و توی DSM، توی کتاب‌های روانپزشکی راجبش صحبت شده. شاید خانم دکتر سپیده راجب همین مسئله مثلا بیاد ببینیم که افرادی که اصولاً دچار هذیان یا فرض فرمایید دلوژن به اصطلاح هستن، اینا چه آدم هایی هستن، چه کار میکنن؟ بفرمایید خانم. بسیار عالی. قبل از هر چیز سلام عرض میکنم خدمت شما اساتید محترم و همینطور تمام بینندگان عزیز برنامه و خوشحالم که میتونم در خدمتتون باشم. در رابطه با سوالی که فرمودین،
خب چیزی که فکر میکنم بهتر هست که شاید اینطور شروع کنم، اول اینو بگم که چیزهایی که میخوام بگم همونطور که میدونید صرفا یک سری مطالب رو به صورت خلاصه و کلی دارم میگم و بینندگان عزیزمون این رو بنابراین نذارن که با استناد به این حرفا بخوان برای اطرافیان خودشون به تشخیص خاصی شک کنن. صرفا اینجا داریم یه سری مطالب رو به صورت کلی مطرح میکنیم در مورد اینکه افرادی که هذیان دارن، توهم میزنن، به افراد دیگه آسیب میزنن. قبل از هر چیز ببینید باید این رو بگیم که سه تا مسئله رو ما باید در نظر بگیریم. وقتی فرد رفتارهای این چنینی از خودش نشون میده، اول از مثل هر وقتی که ما راجع به بیماری‌های روان و تشخیصشون صحبت می‌کنیم، همینطور که می‌دونید دو تا مطلب رو حتما قبل از گذاشتن تشخیص بیماری روانی برای فرد در نظر می‌گیریم. اول اینکه اون علائم روحی روانی مثل همون هذیان و توهمی که فرمودید در زمینه یک بیماری مدیکال یا بیماری جسمانی نباشه. دوم اینکه این علائم در زمینه یک مصرف یک سری سابستنس مواد مثل قرص‌های روانگردان نباشه و بعد از اون علامت رو بررسی می‌کنیم که ببینیم آیا در جایگاه بیماری‌های روانپزشکی که به صورت اولیه فرد دچار بشه می‌تونیم قرار بدیم یا نه. و خب در مورد این که حالا صحبت این رو هم فرمودید که افرادی که آسیب می‌زنن، راحت می‌کشن، جرم و جنایت مرتکب می‌شن، کسایی که این افرادو دارن، کسایی که این کارها رو انجام میدن، همونطور که فرمودید بعضی‌هاشون در زمینه هذیان و توهم این کار رو انجام میدن. ببینید ما در مورد هذیان و توهم، خب توی بیماری‌های زیادی این هذیان یا توهم رو ممکنه ما ببینیم، البته با هم فرق دارن. اگه از من یا استفاده می‌کنم به این مفهوم نیست که یکی هستن. توی بیماری‌های زیادی ممکنه ببینیم. چرا این رو میگم؟ میخوام یعنی توجه کنیم که اینها، بینندگان عزیزمون توجه کنن که اینها در واقع بیماری نیستن، اینا ما علامت رو داریم میگیم. مثل سردرد که وقتی که فرد دچار سردرد میشه ممکنه سردردش به خاطر میگرن باشه، ولی ممکنه به خاطر عفونت مغزش باشه، میتونه متفاوت باشه. خب در مورد این علائم اول بیاید ببینیم تعریف اینها چی هست. در مورد هذیان یا به انگلیسی میگیم دلوژن، وقتی هست که فرد یک باور و اعتقاد قلبی داره که اون باور و اعتقاد قلبی در واقعیت وجود خارجی نداره و واقعیت نیست و از طرفی با باورها و اعتقادات اون جامعه‌ای که داره توش زندگی میکنه به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ دینی سازگاری نداره. خب این تعریف هذیان هست. هذیان انواع مختلفی داره. میتونه در واقع شاید بهتر باشه که من چند تاش رو اینجا بیشتر دوست دارم روش تأکید کنم، به خاطر اینکه هذیان، بعضی از انواع هذیان هستن که میتونن زمینه ای بشن که فرد آسیب بزنه به دیگران، آسیب های جدی بزنه. برای مثال ما یک مدل هذیان داریم به نام هذیان گزند و آسیب، هذیانی که فرد در اون احساس میکنه که اطرافیانش میخوان بهش آسیب بزنن، میخوان بکشنش. فرد میاد مراجعه میکنه، میگه که همسایه من میخواد منو بکشه، داره جاسوسی میکنه، همه جا دوربین گذاشته برای من. وقتی که با خانواده اون فرد صحبت میکنیم، با دوستان اون فرد صحبت میکنیم، میگن ما هیچ سند و مدرکی برای این قضیه، حرفی که این میزنه، پیدا نمیکنیم. و در واقع مشخص میشه بعد حالا با صحبت هایی که با بیمار و خانوادهش میشه، مشخص میشه که اصلا همچین چیزی وجود نداره و در واقع فرد دچار هذیان شده. فردی که اینو هذیان رو داره چه مشکلی ایجاد میکنه؟ این فرد خودش رو در معرض خطر میبینه، خطری که وجود نداره ولی خودش غالبا احساس میکنه که وجود داره. معمولا به این افراد ما هر چقدر بگیم که اصلا کار درستی نیست، به این افراد بگیم که مستقیم بگیم تو داری اشتباه میکنی، چون اینا قلبن باور دارن و اصلا نمیپذیرن و هیچ نتیجه نمیگیره این صحبت مستقیم باهاشون. مشکلی که ایجاد میکنه اون فرد، مثلا اگر نسبت به همسایه خودش احساس خطر میکنه، برای اینکه اون بلا سرش نیاد ممکنه همسایه خودش رو بره بکشه و اینجاست که داستان درست میشه. یک مدل هذیان دیگه‌ای که ما داریم هذیان خود بزرگبینی یا گراندیوزیتی هست. فرد خودش رو به طرز غیر عجیب غریبی و ناواقعی بالا میبینه. خانم دکتر، این قضیه به شما راجع به این قضیه میخواستم از خانم دکتر رشیدیان برم اونجا این سوال ازشون بکنم. حالا فرض بکنید که یه ماموری دوچار یه همچین توهمی باشه، توی خیابونم هست،
اون تجسم این قضیه میتونه، آیا میتونه اون توهمی که در ذهنش هست سبب بشه که این دشمن رو دیده باشه؟ یعنی با تلقینی هم که در عین حال میدونی اینا میگن آب میگرده چاله رو پیدا میکنه، این آبی که چاله رو پیدا میکنه حالا پیدا کرده تو خیابونه، اینه آیا با این شخص درست مثل همون شخصی عمل میکنه که خیلی هستن پاسدارای بسیار بسیار شریفی هستن که خیلی هم با مردم خوش رفتارن، آیا اینا دوتا یک جور با هم رفتار میکنن؟ نه، ببینید برای اینکه یه جور رفتار نمیشه، برای کسی که دچار بیماری فالس بیلیف یا دلوژن هستش بر اساس باورهایی که داره عمل میکنه، همونطور که یک انسان سالم هم بر اساس باورهایی که داره عمل میکنه. ما تا وقتی که میرسیم به افرادی که به اصطلاح مأمور هستن که یه سری مقررات رو دنبال کنن و یه سری برخوردهای خاصی را با مردم داشته باشن، مثلا یک پلیس کارش محافظت از مردم هست، ولی اگر بنابراین میاند و ترینینگ هایی که میبینن، ترینینگ هاشون اون کارآموزی که میبینن بهشون یاد میدن که با مردم چه برخوردی داشته باشن و چطور تشخیص بدن که یک نفر احتیاج به حمایت داره و یا نداره و به طور کلی نظم رو چجوری برقرار بکنن در سطح اجتماعی. ولی بین همون پلیس ها هم میتونه افرادی باشه که دچار دلوژن باشن، پس بنابراین اون فردی که دچار اون مشکل روانی هست میتونه بر اساس اون باوری که داره بیاد از اون ترینینگ، از اون کارآموزی که دیده بیاد یک بهره برداره که به اصطلاح ثابت میکنه که به خودش که اون دلوژنش یا اون باورش درسته و اون میتونه خانمانسوز باشه. و اینجاست که ما باید تشخیص بدیم کسایی که دچار مشکلات روانی هستن، آیا اینها ازشون تستی میشه قبل از این که برسن به یک سمتی که میتونن بهشون اجازه داده باشه که حامی مردم باشن، در اجتماع بین مردم باشن و بخوان از اینا حمایت بکنن، و یا چطور حمایت میشه؟ آیا بلکه دلوژنشون کلید کار یکیش همینه؟ کلید کار یکیش همینه. ما در نیروی هوایی شاهنشاهی این کار برای خلبان ها میکردیم، برای اینکه دانشکده افسری برای خودش یک محل دیگری بود، ما که رفتیم فقط و فقط آزمایش جسمانی شدیم. ولی موقعی که سازمان به اصطلاح سایکولوژیکال تستینگ، موقعی که توسعه پیدا کرد، افسرهای مثل من رفتن و دوره دیدن در امریکا و برگشتن اومدن، ما این موضوع رو آوردیم جزء شرایط استخدام. همشون برای اینکه استخدام نیرو هوایی بشن از اون تست گذشتن. به همین واسه شما نگاه میکردید دیدید که در زمانی هم که بالاخره اون حادثه ای که خانه را لرزان به هر جهت وقتی که اتفاق افتاد، من ببینید عجیبه که شما نگاه بکنید که فقط و فقط گروه های اداری و فرماندهان معمولی در نیرو هوایی به دلیل اینه که چقدر مبرز بودن و کارهای خودشون خوب انجام میدادن، چقدر آسیب زیاد دیدن، چون قرار بود که هر کسی که قدرتی داره یا کارش خیلی خوب بلده یا خیلی ایران رو دوست داره تیرباران بشه و کردن این کاره. البته شما اون موقع نمیدونم مثلا بودی یا نبودی، ولی در هر حال یه همچین جریاناتی اون موقع وجود داشته. ما ها میدونیم، الان هم مردم میدونن، اینا چیزای سیاسی نیست، کتاباش در اومده، تو خود ایران داره فروش میره، دارن میگن این چیزا رو. صحبتایی که الان خانم دکتر سویده کردن، این مسئله اینه که وقتی انسان مرزهای رابطه بین خودش و دنیای خارج از دست میده،
ما مواجه با گرفتاری روانی هستیم. ولو این که طرف این لیبل و این برچسب نگرفته باشه، وقتی این برچسب نگرفته باشه اون موقع ما با یک شخصیت روبرو هستیم، شخصیت آزادم. و من میخوام رو یه جلسه دیگر به جز این جلسه راجع به کاراکتر پرابلم صحبت بکنیم. الان مطلقا به اون نمیم. من الان میخوام دو سه قضیه رو روشن بکنم. آیا ما مواجه هستیم با گروهی که میتونن لیبل هایی داشته باشن، یعنی یه دیاگنوز، یه تشخیص روانشناسی روشون شده باشه با نوع رفتاری که انجام میدن؟ خانم سپیده شما بفرمایید. شما ببینید از این دلوژنی که گفتید چی از توشتر، چه نوع بیماری های روانی اسم میتونه پیدا بکنه؟ خب آقای دکتر، خیلی بیماری های متعددی میتونه باشه. میتونیم از مهمترین اونها میتونیم به اسکیزوفرنیا اشاره بکنیم، ولی خب جدا از اون، توی خود اسکیزوفرنیا ما میدونیم یه طیف وسیعی از بیماری ها قرار دارن که اونها باز میتونن باشن. همینطور شاید بد نباشه اینجا بایپولار دیزوردر هم بهش اشاره بکنیم که افراد توی فاز مینیا وقتی وارد میشن، همونطور که میدونید در واقع بایپولار دیزوردر یا اختلالات دو قطبی دو وجه دارن. فرد وارد دوره های از افسردگی و دوره های از جنون میشه که حالا باز انواع خودشو داره، دو تایپ داره، من اینجا نمیخوام واردش بشم. ولی توی فاز جنونش که وارد میشه، فاز میتونه خیلی خطرناک باشه اگر که اونجا این دلوژن خودشو بخواد نشون بده و دلوژنی داشته باشه که منجر بشه در نهایت بخواد آسیب بزنه به دیگران. این دوتا، این بین حالا بیماری که اگر نخواهیم به اختلالات شخصیتی وارد بشیم، من فکر میکنم این دو دسته از بیماری خیلی مهم هستن. و خب میگم اسکیزوفرنی هم باز طیف وسیعی داره، همینطور دلوژنال دیزوردرا خب دوباره وسط میان که اگه فرد اسپسیفیکلی مشخصا یک فرم خاصی از دلوژن رو داشته باشه ولی مشکل دیگه ای نداشته باشه در کنارش. و خب اینا من چیزی که حالا خودم شخصا فکر میکنم، همونطور که خانم دکتر هم فرمودن، واقعا ریسرچ خاصی در این زمینه نیست، ولی چیزی که شخصا آدم فکر میکنه و اون منطقی که داره، دو تا چارت هایی که میکنه، من فکر میکنم هیچ وقت یک فردی که از نظر ذهنی روحی روانی نرمال باشه نمیتونه به دیگران آسیب بزنه و اصلا راحت نیست به دیگران آسیب بزنی و بعد هم احساس پشیمونی نداشته باشی. اصلا یک فردی که منتالی نرمال هست این کار رو نمی کنه و کلن آدم ها هر کاری که می کنن یک زمینه روحی روانیش رو باید داشته باشن. برای مثال حتی پزشکی که میره یک جراح میشه باید از نظر روحی روانی این زمینه رو داشته باشه که بتونه اون تیغ جراحی رو وارد کنه. حالا اون افرادی که میرن و آدم میکشن، حالا اصلا ما کار نداریم انگیزه چیه، خود صرف آدم کشتن، چاقو کشیدن، تجاوز کردن، در هر کانسپتی بخواد مطرح بشه، یک آدم روحی، نه آدمی که از نظر روحی روانی نرمال باشه نمیتونه این کار رو انجام بده. و اگر که حتی در شرایطی بگیم مجبور بوده انجام بده، اون هم باز صحبت خودشو داره که چجوری مجبور شده و دوباره اون هم اختلالات قطعا در سکم اگه یه بارم انجام بده پشتش به وجود میاد. در هر صورت نمیتونن من فکر میکنم آدم نرمالی باشن این وسط. و متاسفانه من فکر میکنم که خیلی وقتها از این آدمهایی که این مشکلاتو دارن استفاده میشه. یعنی ما توی جریان اعتراضات متاسفانه میشنیدیم، نمیشونیم ثابت کنیم، ولی به کرات میشنیدیم که یه عده از این افرادی که دارن سرکوب میکنن، به خانمای ما تجاوز میکنن، قرصای روانگردان مصرف کردن و از اون قضاوتشون مختل بوده، توهم میزدن، هزیان داشتن. و در کل این فکر کنم چیزی هست که من حالا من یه نکته ای رو شما اشاره کردید و خانم دکتر رشیدیان هم راجبش سمیجور گفتید و گذاشتید، میخواییم برگردم بود اون مسئله کاغنیشن، مسئله عقلانیت انسانه، که این مسئله به اصطلاح کاغنیتیو دیسوردر وقتی میگیم هزار جور بیماری جسمانی ظاهرن ازش ناشی میشه، یعنی فرمانده کل قوا مغزه در انسان. مغز تا زمانی که سالم هست انسان کارش سالمه، عملش درسته. ولی یادم میاد که دکتر
سنایی سر کلاس خدا زنده یاد بعد میگفت این عقلانیت انسان، این همه صحبتی که میکنن این شعرهای ایران راجع به عقل و راجع به احساس و اینا خیلی خیلی به ما درس میده، یعنی در کارهای کلینیکی از چیز میفهمیم که آیا مثلا فرد بفهمه کسی که به دلیل گرفتاری مغز، حالا خانم دکتر رشیدیان راجع به آلزایمر و راجع به پارکینسون و اینجور چیزا این پیش بیاد و نوع رفتاری که این افراد حالا دارن یه فبل مورد بفرمه جناب. خواهش میکنم. مسئله عقل و اینکه چطور این عقل پرورش پیدا میکنه و چطور انسان به جای ختم میشه که یک عمل خاصی ازش صورت میگیره جای بررسی زیادی داره. با وجود ما تمام تحقیقاتی که در این مورد هست باز هم همیشه یک حالتهایی پیش میاد که انسان دوباره پیشرفتایی که کرده دوباره زیر سوال میذاره و خوشحالیم که باز هم میتونیم اطلاعات جدید پیدا بکنیم، ولی به طور کلیش منهای ژنتیک فاکتور، منهای کسی که با یه مسئله دیسوردر ژنتیکی به دنیا بیاد، من هرچی که لیترچر نگاه میکنم برمیگرده به این که یک نفر یک در محیط خانواده چطوری و با چه مسائلی روبرو شده که تونسته یا یک انسان سالم بار بیاد یا یک انسان نیمه سالم باشه یا یک انسان کاملا ناسالم باشه. بله. و مسئله میگم که یکی از فاکتورهایی که همیشه در مورد مثلا فرض کنید اسکیزوتایپول مثلا میگن که اگه ما بخوایم اسکیزوفرنیا رو همچون که خانم دکتر سپیده مطرح کردن یه قسمتش که خیلی به ندرت کسی متوجهش میشه مگر اینکه واقعا کسی تحت نظر باشه که بفهمن که حداقل شاید سالمترین نوع اسکیزوفرنیا اسکیزوتایپول باید باشه که سیمتوماش خیلی خیلی نهفته است در منتها سیمتوماش هست می‌بینید. و اگر که این ژنتیکی نباشه می‌بینیم که این از بچگی وقتی که یک پدر مادری به بچه‌شون اجازه ندن که اون اموشنال اکسپرشنش رو داشته باشه، بیاد در مورد احساساتش صحبت بکنه، بیاد بگه که مثلا اصلا احساس رو بفهمه، درک بکنه، انسان درونگرا میشه، یعنی دیگه در خودش اینا همه خفه میشه، منتها فانتزیش رشد میکنه، یعنی رویا اون احساسات میره توی رویا و اینجاست که اون شخص این قسمت‌های دیگه این مسائل پیش میاد، قسمت‌های تروماش پیش میاد، قسمت‌های این که طرف ذهنش واقعا چطور درگیر میشه در مسائلی که نمیتونه حلاجی بکنه، نمیتونه بررسی بکنه و کمکی براش نیست و هرچی که تروما در محیط زیستش در اون انوایرمنتی که میگن بیشتر باشه این درونگرایی برای شخصی که اینو یاد گرفته که باید احساساتش رو در خودش خفه بکنه این حالت بیشتر و بیشتر براش پیش میاد. ولی خب همین شخص وقتی که بزرگ میشه حالتهای پرانویا داره، حالتهای سوشال انگزایتی داره، حالتهای آیسولیشن داره و توی اون داینامیک مغزی که برای خودش درست میکنه اونجاست که حوادث اتفاق میفته، اونجاست که در یک محیطی که انسان اصلا انتظارشو نداره یه اکشن و ریاکشنی از این شخص میبینن که براشون قابل توجیه نیست. و همونطور که خانم دکتر سپیده به درستی این مسئله رو واقعا بسیار سپاسگزارم که مطرح کردید که معمولا ما میبینیم که فرض کنید در یک دادگاه میبینیم که قاضی نشسته است، قاضی حکم رو صادر میکنه ولی قاضی نمیره اون حکم رو عمل بکنه و معمولا حکم رو کسایی عمل میکنن، کسایی به اجرا در میارن که یه مقداری از لحاظ احساسی کاملا و نه یه مقدار کمی، مقدار زیادی از لحاظ احساسی به دور باشن و بتونن یک زمینه ذهنی داشته باشن که نترسن که اون
دکمه رو فشار بدن، نترسن که یکی رو به دار بزنن، نترسن که به فکر، یعنی احساسی درشون تولید نشه از اینکه این کارها رو میکنن. اینه که فرق میکنه بین اون کسی که قضاوت میکنه، بین اون کسی که حکم رو صادر میکنه، بین اون کسی که این حکم رو به اجرا در میاره. و ما معمولا اسمی از اون کسایی که حکم رو به اجرا در میارن نمیشنافیم. ما اسم قاضی ها رو میدونیم، اسم نمیدونم حتی هیئت جوری رو هم نمیدونیم کیا هستن در یک دادگاه، البته درست در یک فضای قضاوت درست، ولی شما هیچ وقت نمیدونید که کی هست که اون کار رو میکنه، برای اینکه این دفعه از لحاظ اجتماعی نسبت به اون شخص چه برخوردی میشه، اونم خودش جای سوال داره و مخفی نگه داشته میشه. بنابراین کسایی که این حکم ها رو به اجرا در میارن خیلی راحت میتونن در بین افراد عادی هم زندگی بکنن و کسی ندونه. و اون ذهنیت ها خیلی مهمه که ما بدونیم که واقعا بچه های ما در چه محیطی بزرگ میشن، چطوری بزرگ میشن. و پدر مادرها، بازم من همیشه روی این مسئله تکیه میکنم، اگر نمیدونین دارین چی کار میکنید، اگر میبینید که بچهتون یک حرکت ناهنجار انجام میده، اونو دست کم نگیرن. بله، خیلی خیلی واقعا آگاهی دهنده در مورد این که واقعا زیربنا چه بوده. این البته میذاریم در یه جلسه دیگه، به دلیل این که اساس کاراکتر پرابلمه که الان یه اشاره خیلی کوتاهی کردی بهش. ولی برگردم سر مسئله همون اسکیزوفرنیایی که الان صحبت شد. ببینید دو ویژه، یک ویژگی حتما برای دیاگنوز باید وجود داشته باشه. اون مسئله این است که آیا طرف هذیان میگه یا حرفای دلوژنال هست، یعنی فرضیه غلط آیا در ذهنش هست یا نه. حالا اگه سوال این باشه، این نکته بی نهایت مهمه. آیا سوال اینه، آیا کسی که فرضیه غلط داره تمام رفتارش غلطه؟ جواب اینه که از قضا کسی که فرضیه غلط داره تمام رفتاری رو که بر اساس اون باور غلط داره انجام میده به قول خودش درسته. شما اگه فکر بکنی که همسایت قراره که بیاد توی شیرت عوض میخوام سم بریزه یا نمیدونم زندگی شما رو آلوده بکنه، در خونه رو باز بکنه، اینا اگه تو ذهن شما باشه، خب چیکار میکنی؟ قفل خونه رو عوض میکنی؟ چند جور نگهداری میکنی؟ یا اگه فکر بکنی که یه نفر قرار شما رو بکشه، خب اگه اینجوری باشه بیرون نمیری، تو اتاق میمونی، خودت بی خود بی جد درگیر نمیکنی؟ یا اگه قدرت داشته باشی برای خودت یک، مثلا الان میبینی پرزیدنت ها تمام افرادی دارن که از اینا حفاظت بکنن، حالا بگذاریم از این که با این که حفاظت میکنن، اونی که باید گوله بندازه میندازه، یعنی این نیست. ولی بعضی هستن مثلا ممکنه که بستگی داره به این که اون شخص تا چه اندازه در وحشت باشه. در شمالی گاه کره شمالی اون آقایی که اونجا دیکتاتور اونجاست، مثل این که در حدود یک بالاتر از یک لشکر حافظ داره دقیقا. حالا همینجور بگید بیا پایین، مثلا اینایی که هستن به هر جهت برای حفظ خودشون یه کارهای انجام میدن، به دلیل که میترسن و دلیلش هم اینه که میدونن که آدم های هستن که هوشمندی دارن، میفهمن که دارن چه میکنن با مردم، اینه که میترسن. حالا ما در همون مسئله اسکیزوفرنیا که داریم میگیم، بنابراین موضوع دلوژن است که باور بیمارگونه هست، ولی رفتاری که بر اساس باور بیمارگونه انجام میشه به عقیده خود اون آدم خیلی درسته. فقط این بقیه مردم هستن که زجر میکشن، بقیه هستن. یعنی توی خانواده اگه یکی این فکر کرده باشه، جوونی که اسکیزوفرنیا داره و فکر میکنه که مادرش توی
مایعات خونه عذر میخوام اضرار میکنه میریزه اون تو. برابر این خوب این اگه اونجور باشه حق داره که نخوره اون چیره یا اون چیز مایه رو. میره برای چه کار میکنه؟ میره از بیرون میخره. از بیرون هیچ این شک نداره. چرا؟ چون اعتقادش اینه که مادره این کار میکنه. یعنی اصولا توی خونه اگه باشه اینجوریه، ولی توی رستوران که بره از رستوران میگیره میخوره. این نتیجه. حالا یه نقطه دیگری که دلم میخواد که همینجا راجبش صحبت بکنیم، مسئله این حس گناه انسانه که داره. شما میدونید که دو عامل خیلی مهم در کار بیماری های روانی ازش صحبت میشه، یکی دلوژنه، یکی هلوسینیشن. هلوسینیشن شما موقعی که دارای حس غیر واقعی هستی هلوسینیت میکنه. یعنی چه؟ یعنی دماغ آدم بویی رو بشنوه، حس بکنیم، بویایی داشته باشیم که کس دیگه نداره. خانم دکتر سویده، میخواید شما این یه تیکه بگید که من زیاد حرف نزده باشم؟ اختیار نایی نایی. در مورد توهم هالوسینیشن که همینطور فرمودید، قبلش من فقط برای بینندگان عزیزمون یک مسئله رو عنوان کنم. متاسفانه ما دو تا کلمه رو در فارسی هر دوش رو به توهم معنی میکنیم. یکی کلمه هالوسینیشن هست که شما فرمودید و یکی کلمه ایلوژن هست که اون هم در فارسی توهم معنی میکنیم، ولی دو تا واژه کاملا متفاوت هستن که تعریف متفاوتی دارن. اول من قبل از اینکه به انواع توهم اشاره کنم، انواع هالوسینیشن، فرق این دوتا رو بگم که یه شفاف سازی بشه برای بینندگان عزیزمون. در مورد هالوسینیشن، وقتی هست که یک فرد در واقع محرکی وجود نداره ولی اون محرک رو دریافت و تفسیر میکنه، چیزی که وجود نداره رو میبینه، صدایی که وجود نداره رو میشنوه و بویی که وجود نداره رو همونطور که فرمودید بو میکنه، حس میکنه. ولی در مورد ایلوژن داستان این هست که اون محرک وجود داره ولی محرک اشتباه تفسیر میشه. فرد صورت مادر خودش رو شکل گرگی ببینه برای مثال، و اینا خب توی دسته زیادی از بیماری‌های مختلف میتونن خودشون رو نشون بدن، ولی خیلی مشکل زا میتونن بشن همونطور که فرمودید. برای مثال هالوسینیشن یا توهم مثلا یک نوعی داره که خب انواع مختلفی داره و جدی ترین انواع اون میشه به توهم‌های شنوایی اشاره کرد، به خصوص اگر فرم دستوری داشته باشن. به فرد فرد صدا میشنوه، واقعا میشنوه، ولی ماها که دورشیم اون صدا رو نمیشنویم. اون صدا به فرد میگه آدم اون روبرویتو میبینی، برو بکشش، و اون فرد مجبورش میکنه که اون فرد در نهایت بره این کار بکنه و اون صدا دست از سرش بر نمیداره تا زمانی که بره اون فرد رو مقابلش رو بکشه. و خب این خیلی میتونه مشکل ساز بشه. در کنارش واژه دیگه ای که البته برای اسکیزوفرنی همونطور که فرمودید همون دلوژن و هالوسینیشن بیشتر مطرح میشه، ولی در کنارش اجازه بدید اگه اجازه بفرمایید من برای ایلوژن هم که میتونه چقدر خطرناک باشه یک مثال بزنم. برای مثال فرد صورت مادر خودش رو به جای اینکه شکل مادر خودش ببینه، گفتیم این دفعه اشتباه تفسیر میکنه، میبینه ولی چیزی که میبینه صورت مادرش نیست، گرگه. احساس میکنه داره میاد سمتش، حمله میخواد بکنه، میره میخواد گرگو بکشه. به نظر خودش گرگو میکشه ولی مادرش رو کشته در واقعیت. و خب میتونن خیلی خطرناک باشن. و همینطور خب هالوسینیشن اگه بخوام دوباره باش یه بازگشتی بزنم، علاوه بر نوع شنیداری میتونه دیداری هم باشه، چیزی ببینه که وجود نداره. مثلا طرف نشسته توی اتاق خودش، ببینه که یهو دور تا دورش آتیش گرفته، الان میسوزه، هیچ آتیشی در کار نیست ولی واقعا این آتیش وجود داره. و خب این واقعا اینها اون فرد اینها رو با تمام وجود حس میکنه و واقعا من متاسفم برای اون دسته از انسانهایی که این علائم دارن، چون واقعا عذاب به معنی واقعی هستش. و بازم اینجا تاکید میکنم که این علائم میتونه در زمینه بیماری های روحی روانی از جمله اسکیزوفرنی ایجاد بشه یا در زمینه مصرف مواد باشه. یه سوالی که در اینجا پیش میاد اینه که چه باید کرد؟ ما مواجه هستیم، من
با خانم دکتر رشیدیان بارها راجع به مسائل دیگه، چیزهای دیگه صحبت کردیم و نتیجه‌ای که هر دوی ما اون موقع داشتیم این بودی که باید آموزش داد، باید دبستانهای ما، دبیرستان ما باید آموزش درست بده. ولی من این هفته که گذشت دیدم که یک گزارشی وزارت آموزش در ایران داده، اونم اینه که میگه ما رفتیم از مثلا بچه هایی که کلاس ششم ابتدایی خوندن، نمیدونم در کجا رفتیم، از یه تعداد نمیدونم چند نفری دیدیم که 30 نفرشون اصلا نمیتونستن بخونن ولی فارغ التحصیل شده بودن. میره چی دارم بگم؟ یعنی این گریه داره، این خنده که میکنم واقعا نمیدونم، شاید عجیبه که این. ولی خب این 30 نفر نمیتونستن که بخونن و بنویسن و اینا، بسیار خوب. ولی وزیر آموزش یه نطقی کرد و اون این بود که ابدا راجع به آموزش و کلاس و درس و اینا صحبت نکرد، گفت فقط و فقط دلهوره و یعنی کانسرن ما، حالا من نمیدونم، اون دلهوره نبود، اون چیزی که الان مورد یه کلمه ایده به کار برد که مفهوم حالت کانسرن نمیده، این کانسرن یعنی به اصطلاح توجهی که مقدار توش بیش از توجهه. میگم اونه داریم، اینه که بچه های تا کلاس ششم هم نماز بخونن همه شد. ببین من ابدا مخالف نماز نیستم مطلقا، انشالله که بخونن، به دلیل این که بخونن لااقل اون موقع ظاهری هم که شده با خدا راز و نیاز میکنن، خدا بکنه که بکنن این کاره. ولی نیمد بگه که 1,000,000 شاگرد ما درس نخونده، مدرسه نتونسته بره. ما میخواییم این جوانهایی که اینجوری بار میان کجا باید، در کجا هستن، در چه زمانی، در چه شرایطی میتونن بفهمن که مردم آزاری بده، مردم آزار دشمن خداست، اینجوری یاد بگیره. وقتی میره توی مدرسه یاد بگیره که اگر به کسی اشراف میکنه یقش میگیرن، بهش میگن تو باید مثلا بری اونجا و نمیدونم یه ساعت زنگ تفریح حق نداری بری بیرون. حالا اگر قراره که، به نظر من این نیست که بخواد با تنبیه کار پیش ببرن، باید با تشویق این کار بکنن، ولی امکانات ما در نظر میگیریم، بر اساس امکانات بتونیم حرف بزنیم. من میخواستم که شما راجع به این اهمیت آموزش و اینه که واقعا همین بچه هایی که الان اومدن و شدن و توی جریان ارشاد هستن، توی گروه انتظامی هستن، با مردم سر و کار دارن، اینا رو از لحاظ آموزشی ما باید چه المنت ها، چه اجزایی در دوران کودکی اینا هست که ما میتونیم پیش بکشیم و به اینها بفهمونیم. و باز نقش پدر مادر میاد، ولی و اگه پدر مادر خودش یه موقعی جز همین برنامه باشه چه کار باید بکنیم؟ خانم دکتر بفرمایید. خواهش میکنم. ببینید ما یعنی همیشه آرزوی ما حداقل به عنوان روانشناس جامعه، روان درمانگر جامعه، محقق جامعه، اصلا این کارها رو برای چی داریم انجام میدیم؟ به امید این که اون افرادی که به ما گوش میدن، اون افرادی که میان این مقاله رو میخونن، بتونیم به دانششون یه ورق اضافه بکنیم. برای اینکه همون دانش یه ورق اضافه
میتونه برای خیلی ها تغییرات اساسی به وجود بیاره. انسان هایی که امروز موفق زندگی میکنن، موفق منظور من از لحاظ مالی نیست بلکه از لحاظ معنوی موفق زندگی میکنن، انسان هایی هستن که وقت و زندگی خودشون رو صرف این کردن که آموزش معنوی، آموزش درست پیدا بکنن. خیلی هم این کار رو نکردن، خیلی هم وقتی که دیدن نه به گاورمنتشون میتونن اعتماد بکنن نه به اجتماع میتونن اعتماد بکنن، خودشون رفتن و اون کاری که به نظر خودشون بوده انجام داد، درست بوده انجام دادن، که اونم نمیشه گفت گناهشون هست، برای اینکه وقتی که انسان راه به جایی نداشته باشه اون چیزی که در اختیارش هست استفاده میکنه و در نتیجه عواقب منفیش هم مسلماً یا خودشون احساس میکنن، تجربه میکنن، یا فرزندانشون، یا همه و به طور کلی کامیونیتی و جامعهشون تجربه براشون پیش میاد. ولی امیدوار هستم با مطالبی که ارسال میشه، امیدوار هستم با این همه اطلاعات مثبت که الان به از طریق اینترنت دست همه هست، امیدوار هستم با این کلام هایی که ما هر هفته داریم رد و بدل میکنیم بتونیم یه گوشه از این مشکل جامعه رو حل بکنیم. بله، جوابش آگاهیه. ما هرچی آگاهی بدیم باز هم آگاهی کم دادیم، برای اینکه هر آگاهی ناآگاهی های دیگر رو مطرح میکنه و این یک مسیریه که تموم نمیشه. منتها امیدوار هستیم افرادی که استفاده میکنن از اینها بتونن این چیزی که یاد میگیرن حداقل در محیط خانواده خودشون شروع بکنن و از اون استفاده بکنن، و اینکه از اونجاست که همه چی شروع میشه و این باور بزرگیه که من دارم. بله، به شما عرض بکنم که بسیار فرمایش درسته. من فکر میکنم که ما دو کار بدون خرج میتونیم توی مدرسه انجام بدیم. یکی اینه که مثلا حافظ رو که فقط و فقط عشق رو به بچه ها یاد میده، فقط علاقه من بودن به دیگری ره. علاقه یعنی عشق، یعنی اینه که ما دوست داشته باشیم. یکی اینه که خیلی خیلی مهمه، من فکر میکنم که یا معلمای انشا بگن انشاهایی که می‌نویسن بچه ها تو این زمینه باشه، چون اینا خرج نداره، میتونن بکنن این کاره. نکته دیگر اینه که اگه امکان داره براشون، اونایی که میتونن، موسیقی گوش بکنن. به موسیقی منظورم فقط و فقط به شما عرض بکنم که میدونین موسیقی یعنی مسئله آرام بخشیه، مسئله اینه که آرام بشن و دوست بدارن، و به دلیلی که کسی که عشق میورزه و کسی که موسیقی اون نرمش رو در برابر اون فرکانس هایی که به گوشش پیام هایی که میرسه با اون زندگی میکنه، کمتر اتفاق میفته که شما شنیدید تا حالا موسیقی مثلا بره چاقو کشی بکنه یا بره آدم کشی بکنه، از این کارا نمیکنن. همشون این هستن که در پیوند ها هستن، چجوری در عروسی ها شرکت میکنن یا در غمگساری ها چه کار میکنن، یعنی که طرف بتونه افکار خودش، احساسات خودش بتونه نشون بده. من فکر میکنم به پایان وقتمون رسیدیم، اگر نرسیدیم اداره میدیم، ولی اگر رسیدیم آقای شهرتی برنامه ما رو اداره میکنند. خیلی خیلی سپاسگزارم ازشون، خیلی خیلی ممنونم از و خیلی ممنونم از خانم دکتر رشیدیان که واقعا تدابیر بسیار بسیار اون چیزایی که میخواستیم یاد گرفتیم ازشون، همچنین از سویده خانم. شما هنوز روانپزشک نشدی ولی امروز واقعا خیلی خیلی ما رو شاد کردی در هر حال. بزرگوارم. روز روزگارتون خوش. خیلی ممنون آقای شهرتی. سپاس دارم. خدا نگهدار همگی. خدا نگهدار.